دوستان خوبم سلام، من شهاب صادقی هستم و به کانال خودتون خیلی خوش اومدین. خب بچه ما یه ویدیو سوال جواب داشتیم که تو اینستا یه باکس گذاشته بودم، شما سوال پرسیدیم ما جواب دادیم و هم به خودم خیلی خوش گذشت هم گوی شما خیلی حال کردیم. یه نظرسنجی رفتیم پارت دو رو بریم، گفتیم بله فلان الان پارت دو هست. من لینک پارت یک اون بالا میذارم، سوال های حالا نیمه جنجالی هنری فلان شخصی غیر شخصی عمومی خصوصی جداگانه ای بود که اون بالا میذارم، میریم پارت دو. خب سوال اول ببینید، من بچه سیستم اینطوری که خب همونطور که میدونین احتمالا خب سوالات خیلی زیاد بود، من حالا یه گلچینی کردم، مثلا سوالاتی که پرتکرار بودن فلان بودن و اینها، بریم اینا رو با هم دیگه بررسی کنیم. حالا باز اگه حال کردین، چون سوالات خیلی زیاد 70 پارت از توش سوال در میاد، حال کردین بگین یا شهاب این پارت 3 رو برو به هوا. این یه چالشه، اگه ازت بپرسن اسم 5 نفری که برات کامنت میذارن و اگه یادته بگو کدوم رو یاد مونده. خب بچه همونطور که میدونی من همه کامنت ها رو میخونم و واقعا تقریبا میگم همه رو یادم مونده. مثلا ما الان بهاران، امیررضا، مسی، حالا من اولاشو بلدم دیگه، مسی نمیدونم چی، هدایتی، توحید، آرمان، MA.SA، حالا من اولا شدم و خیلی هایی دیگه، محمد، نمیدونم امیررضا، اون آقای امیررضا رو نمیدونم دیدین یا نه که انقدر تومار تحلیل سنگی میزنه. اصلا ما کامنت های باحالی هست شما و من واقعا کامنت ها رو میخونم و خیلی هم باهاتون اصلا رفیق شدیم. من امیدوارم واقعا کنسرت مونسرت ها ایران را بیفته، ما همدیگر هم نزدیک رو چا همه تونم که اغلب عکساتون عکس مثلا تتلی بودم نمیدونم چه شکلی، ولی به حال که من همه رو میخونم. حالا اینا رو الان همینجوری حضور زنی سپه و خیلی های دیگه، به هر حال من همه رو تو ذهنم دارم، الان یه تمرکز بزنم همه رو یادم میاد. به هر حال ابر حیول جان، کنسرت کجاها گذاشتی و کی باز میذاری؟ یک ایرانی فیلمای کنسرتت رو دیدم، دو تا از اینا. به هر حال اولا که خب من همه کنسرت ها بچه اغلب تهران، این اغلب که 99%شون تهران بوده، در اریکه ایرانیان اگه بشناسیم و یا برج آزادی که قطعا میشناسیم و نزدیک 30 شب، یعنی نزدیک 30 شب کنسرت در ایران داشتم و 2 تا هم کنسرت در خارج از تهران داشتم، کرمان و بندرعباس. همه کنسرت ها تهران بوده، امیدوارم که حالا دوباره کی میذاری که منو تو مجوزه و خیلی هم دوست دارم که واقعا همدیگر خیلی زود ببینیم. یه توضیح میدین از کی موسیقی کار کردین؟ خوش تیپ ترین هنرمند ایرانی ماچ بابا داداش نو کردم هستم و چاکرات منیزیوم. از کی که بچه من تقریبا 31-32 سال پیش استارت خورد، از این ملودیکا کوچیکا از اینجا استارت خورد، سالها گذشت به پیانو رسید و گیتار آکوستیک نایلون و من در 22-23 سال پیش گیتار الکتریک خریدم و دیگه افتادم توی گیتار الکتریک و بعدن هم آهنگسازی و دیگه تنظیم آهنگای راک و متال و دیگه اون چیزی که شما دارید. این سوابق سن و سالی بوده. چرا به افرادی که گرایش BDSM دارن انقدر بی احترامی میکنن، مسخره میکنن؟ او من اولش راستش رو بهتون بگم، من فکر کردم این با منه و الان تازه اولین بار اینجوری خوندم. به هر حال نمیتونم بگم نمیدونم چون که خب خیلی خاصه. حالا من خودمم، حالا نمیتونم به شما مثلا بگم فن این کار هستم یا نیستم، ولی خب این خیلی باحاله واقعا. من بعیدم میدونم کسی بی احترامی بکنه، اصلا جرأتش نداشت میگم همینجوریه، به ما میتونی کسی فلان کنه، ولی به هر حال که من بعید میدونم کسی جرأتش داشته اون دنبلانش داشته باشه. خیلی پارت ابرحیولیه از دید منم. گربت یا موسیقی؟ بابا چی میگی؟ پیشکوچولو خط قرمز منه، همه اینو میدونن که پیشکوچولو خط قرمز منه و اصلا شما به موسیقی چیه داشت بگو، شما کل تاریخ کره زمین پیشکوچولو یا کل تاریخ تمام اعصار و همه جهانها و همه کره ها و همه چیز پیشکوچولو، اصلا شما شوخی موخی با پیشکوچولو نداریم، پیشکوچولو خط قرمز منه. به هر حال
بریم بعدی. اگه قرار باشه فقط یک بند متال رو انتخاب کنید برای گوش دادن تا ابد، کدوم رو انتخاب میکنید؟ خب کار خیلی سخته، ولی اگه یکی باشه لینکین پارک. لینکین پارک برای من تداعی کننده همه حسای خوب زندگیمه. چستر، لینکین پارک. ببین که احتمالا متالیکا، من متالیکا عاشق متالیکام، ولی یکی رو انتخاب کنم که گوش کنم، چون به سلیقه‌م هم الان خیلی میخوره. شاید 20 سال پیش متالیکا انتخاب میکردم، ولی الان سلیقه‌م 20 ساله که رو لینکین پارک مونده و تغییر نمیکنه. لامصب یه چیزی زده ابر ابدی. به هر حال بین خواننده های پاپ ایران کیو قبول داری؟ اولا که خب این قبول داری نمیدونم منظورتون چیه. اگه منظور مثلا تکنیک و فلان ایساره که مثلا بگم قبول دارم که ایشون هنر فلانه، خب اون یک. ولی اگه منظور کیو حال میکنه، ولی شادمهر عقیلی خواننده ایه که من واقعا دوستش دارم، واقعا دوستش دارم. مسی یا رونالدو؟ ببین رونالدو رو من خیلی دوست دارم، کاراکترش، شخصیتش، ارادهش، فلانش، هیکلش، لایف استایلش. ولی داداش مسی اصلا، ببین مسی رو میخوای مقایسه کنی فقط باید بگی مارادونا یا مسی. حالا شما احتمالاً سنتون به مارادونا قد نمیده، فقط عکسوفی حاجی مارادونا، همین حاجی مارادونا. نه حاجی مارادونا نیست، خب من مال دوره ای هم که من از جام 1990 فوتبال دنبال میکردم. بله فوتبال دنبال میکردم و حتی 94 که ایشونو برای دوپینگ خریدم، من اصلا گرفتم برای دوپینگ، محرومش کردم بازی با یونان، بعد یونان بود دیگه، من اصلا افسرده گرفتم. مارادونا قول کار بود. حالا اگه شما آمار مارادونا رو در بیاری میفهمی مارادونا چی بود، اصلا این کسی نیستن. ولی مسی مارادونا دو به شک میشیم، ولی مسی رونالدو، مسی اصلا یه جای دیگه اومده. مسی به نظر من بهترین فوتبالیستی که تا حالا در این کره زمین به وجود اومده. ولی مسی مارادونا، خب مارادونا بحث منیجمنت و اینا بود که مسی این پارامتر رو نداره، ولی به هر حال مسی رونالدو 100% مسی. بچه من ویدیو فوتبالی هم دارم درست میکنم، ما گفته بودین حال میکنیم، هست کسی تو گذشته ات هست که با یه آهنگ، با یه تکست، با یه کتاب یا عطر یا هر چیز دیگه یادش خوب داشته؟ همه چی رو گفتیم یادش بیفته خب معلومه دیگه. یعنی چی؟ خب وقتی با یک آهنگ، با یک تکست، با یک کتاب، با یک عطر، با هر... خب معلومه الاخره یه چیزی هست که شما یاد یکی بیفتیم. داشت سوال خیلی کلیه، ولی اگه مثلا میگفتی با یه آهنگ، اما سوال خاص میشه. مثلا میگفتیم آره آهنگ مثلا فلانه جنبولیات نپه آقای مثلا فلانی، اون با ولی با هر چیزی خب معلومه الان بالاخره با هر چیزی بیاد یه بابایی میفته دیگه. این هم اینجوری. اگه ایران به دنیا نیومده بودی دوست داشتی اهل کجا بودی؟ ژاپن. خیلی دوست داشتم، من ژاپنو خیلی دوست دارم، خیلی من ژاپنو دوست دارم. از فوتبالیستا به اینور من واقعا عاشق، بچه من خیلی عشق فوتبالم. از فوتبالیستا به اینور هلوهوش من 12 13 سالم بود دیگه، 25 6 سال من عاشق ژاپنیام. تو اوشین و اینا هم خیلی تاثیرگذار. به هر چه ژانر فیلمی بیشتر دوست داری؟ کارگردان و فیلم مورد علاقت رو هم بگو. من فیلم خیلی کلا دوست دارم، فیلم‌های جنایی پلیسی و ساتور اره سا زودیا جنایی پلیسی خیلی دوست دارم. دیپارتد کلا جنایی پلیسی معمایی اینا رو خیلی دوست دارم. ولی فیلم حالا بخوام شاخص بگم، اینترستلار خیلی فیلمیه که رو من تاثیر گذاشت، فیلمی که من کلاً بچه‌ها خیلی آدم احساساتی هستم، مثلا فیلم جنگ ایران و عراق می‌بینم می‌خوام برم جنگ کنم، می‌خوام برم جبهه، نمی‌دونم فیلم ترسناک می‌بینم فلان میشه. خیلی آهنگ غمگین منو غمگین می‌کنه، آهنگ شاد منو شاد می‌کنه. من کلاً خیلی آدم احساساتی هستم، به شدت فیلمو نمیدونم، فیلم های همه آموزش پرورشی هستش، پژوهشی خودمون، اونا خیلی ما رو چیز میکنه. به هر حال خیلی تأثیر پذیرم و اینترستلار رو من خیلی تأثیر گذاشت و من خیلی روانی اون فیلم شدم. و تایتانیک هم به نظر من یکی از بهترین فیلم هایی که تو زنده، اون قسمتی که به حال تو ماشین هستن هم خیلی فوق العاده است. و کارگردان مورد علاقه من خود جیمز کامرون رو خیلی دوست دارم و هیچکاک. خیلی خلاصه کم نیستم، منم خیلی ژانر مورد علاقه رو گفتم. شکست عشقی داشتی؟ اگه داشتی چطور کنار اومدی؟ ببین به هر حال هممون داشتیم، یعنی هر کی اون بشه، هر کی تو لول خودش دیگه، یعنی هر کسی تو اشل خودش یه شکست
ابر هیولی داشته زمان، یعنی شما هیچ جوری نمیتونی که آقا برم یه جای گزین بزنم، آقا برم فقط بچه یادتون باشه اینو هم من که نزدیک 40 سالمه به یادگار داشته باشیم، با هیچ ابزاری نمیتونین اینو رله کنی. یه شکستی خوردی حالا مثلا میگی برم حالا با 10 نفر همزمان دوست شم مثلا یادم بره، عمرم بدترم میشی، برم مثلا کثافت کاری بکنم که مثلا هرسم فلان شه بدتر می، یعنی هر کاری که فکر میگم مواد دیده راگی اشروب اینا همه مسکن های الکی برای زمان. شما زمان بگذره اصلا دیگه نه یادت یارو کی بود نه اصلا مرده و زندهش برات مهم نیست، بذاریم فقط تو اون برهه که دهنتون سرویس شده فقط سعی کنین مواظب خودتون باشین، نرین یهو یه کار خطایی مثلا چه میدونم یهو سیگاری بشین، یه کاری نکنین که چون زمان میگذره اون یارو پارو همه یادتون میره، فقط دیگه سیگاره دیگه مونده دیگه، متوجه این؟ فقط من به شما نصیحت ابر توپل بزنم تو اون برهه‌ای که دهنتون سرویس مواظب خودتون باشید، زمان همه چیزو درست میکنه و همه چی رله میشه. به هر حال بریم بعدی. استاد یه تمرین موثر برای سویپ پیکینگ لطفا داداش. من کلی ویدیو آموزش سویپ چند جلسه گذاشتم، تمرین یه دونه تمرین چیه؟ بریم بریم تو کانال من تو پلیلیست آموزش گیتار الکتریک من چند جلسه تمرینات سویپ چند جلسه. و بچه من حالا نمیخوام تعریف کنم، اصلا چیزی هم نیست، قابل دار نیست، ما اونقدر همدیگر دوست داریم که من اونقدر کیف داریم با هم میکنم، اصلا چیزی نیست چهار تا ویدیو، ولی من یه ویدیوهایی اونجا گذاشتم، شما هیچ جایی نه حضوری در کلاس های حضوری هیچ جایی به اطمینان امضا میزنم نخواهید دید اون آموزش ها رو با اون جز، نه هیچ جای یوتیوب و اینترنت اون رو نخواهید دید. ما خیلی ارزشمندم، برین سویپ مویپ رو از اونجا یاد بگیرین و کیف کنین. به هر حال بریم بعدی. بهترین توصیه‌ای که یکی به تو کرده چی بوده؟ بهترین توصیه‌ای که به من یکی کرد یکی از دوستان بود که بهم گفت بیا یوتیوب. من واقعا توی یک برهه کرونا که تو بعد از کرونا در واقع مجوزم نتونستم بگیرم، یعنی اصلا تو اواخر کرونا بود و دیگه اصلا میخواستم برم کانادا و اینها برای ادامه تحصیل، اصلا همه چیم ریخته بود به هم از نظر روحی مالی همه چیز، کلن کرونا شده بود دیگه، کنسرت ها همه تعطیل، همه چیز تعطیل و دیگه درمانده بودم. پیشنهاد یوتیوب یک پیشنهاد خیره کننده بود. به حال پشیمون نیستی که وارد راک و متال شدی؟ تو پرانتز مثلا هم جوابشو نمیدونیم، شوخی میکنی جدی میکنی، ولی خدایی برگرده عقب میری دنبال مجوز یا از ایران میرفتی. خب بچه باید هم من واقعا برای که پشیمون، من تو خونمه، من چند تا از تایکواندوهای بزرگ نام اسم میخوام، یعنی نامبر وان نفرات اول تایکواندوهای ایران کنان تایکوانده سیروان زانیار فلان بیسته محسن گونه هر کی شما بگی، اینا میگفتن داشت تو اصلا خوراک پاپه، مثلا قد و هیکلت فوران استایلت خوبه، اینه اکتت رو استش خفه، تو مثلا بری تو پاپ نفر اول پاپ میشی و اینه. من اصلا تو خونم نیست و من اصلا تو خونم راک و متال، اصلا گروه بابای مجوز مثلا لذت میبرم، میزنم، میخونم، گوش میکنم، هر چیزی. بنابراین پشیمون که چی؟ مثلا زندگیمه راک و متال، زندگیمه. حالا درسته به روخ کار یه مقدار کارمندی طور میخوره، ولی به هر حال که تو خونمه و زندگیمه، عشقمه، همه چیزمه. و اگه برگری عقب دنبال مجوز میری از ایران میرفی، نداداش من تا موقعی که جون داشته باشم، حالا اگه شما دنبال کننده من در اینستاگرام بوده باشید، من هر کنسرت هم 50 دفعه رفتم ارشاد و اونقدر پای کار وایستدم تو گرفتم، بازم میگیرم و کم نمیارم. خلاصه از اینا، درآمدت از یوتیوب حدوداً چقدر؟ خب بچه این خیلی سوال پرتکرار بوده، بس درآمد این سوال خصوصیه دی، ولی حالا برای شما اگه واقعا براتون مثلا این سوال جذابه و اینا، یه سری اپلیکیشن گوگل کنید، این تا اپلیکیشن و وبسایت میاد، شما آیدی طرف رو بزنی حدودی به شما، دنبال حدود معنی نیست، حدودی میگه که این طرف چقدر است با توجه به چون این سیستم یوتیوب اینطوریه دیگه، ویو در ماه مثلا کل ویدیوها در ماه شده 1,000,000 ویو، مثال همشو در ماه چقدر ویدیو گذاشتی میشه 1,000,000. یه پارامتری داریم به اسم RPM، یعنی به ازای هر 1,000 ویو چقدر دلار بهت میده یوتیوب. اینا به هر کانالی متفاوته، الان نمیخواستن راجعش باسیم، ولی حال کردی من میتونم دانش تخصصی سنگین درست
درست، من آخه اطلاعات غلطم رو یوتیوب زیاد میدم، براتون بذارم این داستان یوتیوب و درآمد و پول و فلان، و هر حال آر پی ام ضرب در ویو به شما میگه که هر کانالی تقریبا چقدر درآمد داره. به طور کل درآمد یوتیوب به طور کل بسیار خوبه با توجه خصوصا برای کسایی که تو ایران دارن زندگی میکنن و قیمت زیاد دلار، درآمد خیلی خوبی محسوب میشه. من به شما اگه جوونین اکید پیشنهاد میکنم، اگه سنتون زیر 20 و چند ساله بیاین تو یوتیوب. بهار تا حالا شده که به یک آرتیست ریاکت بریم ولی با خود اون آرتیست اصلا حال نکنیم و فقط چون آرتیست تو بورس و اوج بوده؟ آقا دمت گرم. من واقعا یک بار، حالا تو بورس و اوج هم نبوده ولی یک بار تقریبا 7-8 ماه پیش تقریبا با یک کسی که دیگه اصلا باش هیچ ارتباطی ندارم و هیچی به هیچیه کاملا و خیلی هم و حالا خیلی خیلی هیچ چیز اصلا خوب نیست و فلان، چون که چندین تعداد خیلی زیادی کامنت بود که از ایشون بریم، من ریاکت کردم علی رغم میلم و واقعا هم بهم بد گذشت توی اون ویدیو، چون اصلا دوست نداشتم که اسمشو بیارم و فلانشو بیارم و اینها، ولی به عشق شما که گفته بودین احترام گذاشتم و اون ویدیو رو گرفتم. یک بار این اتفاق رخ داده. خب کدوم کشور رو برای زندگی بیشتر دوست داریم؟ 100% ایران. بچه‌ها دوراتون رو بزنین، چرخاتون رو بزنین، همه چیتون رو بزنین، هیچ کشور خدا آدم نمیشه. غربت و تنهایی بی‌نهایت آزاردهنده است و هیچ جا کشور آدم نمیشه و فلان. بدترین سوتی که دادی؟ ببین من بدترین سوتی، من سوتی هزار ماشاءالله خیلی زیاد دادم، یعنی اصلا انگار روتین کارمه من، ولی سوتی های حالا بخوام بگم مثلا آبروریزی طوری که رخ داده، این شما حتما دارین، گیف و استیکرهای مثلا کارهای بی تربیتی تو تلگرام و واتساپ حتما دارین، عمرانات منیزیوم که بگی ندارم. منم خب به هر حال لای این همه اسمت، چون سلطان استیکرم بلا منازع، یعنی 50 تا استیکر داری 52 تا دارم، 200 تا داری 210 تا دارم، 500 هر چند تا داری من داداش نوکرات منیزیومت هستم، من سلطان استیکر، هر چی بگی هر ژانری بگی من استیکر تو واتساپ اصلا خوراکمه. آقا ما تو یه گروه خانوادگی یه بارم برای استاد دانشگاه، اون موقع هم دیلیت نداشت واتساپ، الان واتساپ دیلیت اومد، آقا ما زدیم اشتباهی اومدم استیکرها رو دیدی مثلا انگار میدون مینه اینجوری داری میزنی بالا، بعد موضع باشین اللولوی این استیکر اشتباه نخوره، آقا ما زدیم برای استاد دانشگاهمون و من کمک استاد ایشون بودم و با هم دیگه کتاب نوشته بودیم، اصلا ما خیلی با هم شیک و رسمی فولا ما استیکر رو زدیم دیگه. حالا ماسمالش چجوری شد؟ من دیدم این رفت دیگه. خب من 10,000 تا استیکر زدم پشت سرم که این نبینه اونو، حالا دیگه نمیدونم دیگه. و همین کار رو تو گروه هم کردم، یعنی یه گروه خانوادگی داشتیم، همه مثلا اونجا آقای مهندس فلان و همه عزت و احترام و اعتبار، ما زدیم یه اشتباهی، یه چیز ابر آموزشی پژوهشی هم بود، یعنی دیگه واقعا پرورشی بود کار، سنگین 6 متر کار بود در واقع و آفریقای سنگینی بود و به هر حال دیگه از این سوتی ها تو واتساپ واتساپ، چون تلگرام که سوتی نیه، یعنی شما دیلیت داره و الان دیگه واتساپ هم دیلیت داره. به هر حال چه تایپ دختری مورد علاقتونه؟ علامت فلان. خب ببین دختر به نظر اخلاق فاطمه زهرا ظاهر کیم کارداشیان، همین الان تو پرانتز فردا نه الان تو پرانتز بسته، چی خوشحالت میکنه؟ ببین من واقعا اگر که مثلا خبر این برام بیاد که کنسرتام دیگه بی مجوز و بی دردسر و اینا، من دیگه خیالم راحت بشه مادام مرعم، مثل این پاپیا که درگیر مجوز که نیستن، فقط درگیر آلبوم و کارن، برام بیاد من بتونم واقعا کنسرت بذارم در ایران، این تنها و تنها و تنها و بهترین و همه چی ترین خبر زندگی من هست که بتونم ایران کنسرتامو بذارم. خونه تتلو رفتی چجور آدمی بود؟ باهاش صحبت کردی؟ خب اینا خیلی ما این بچه‌ها این کامنتایی که دارن، این سوالایی که میخونن، خب سوالات پرتکرار، این تتلو رفتی خونه‌شون و فلان خیلی پرتکراره. ببینید شما در حضوری، یعنی در چجور آدمی در حضوری اصلا بسیار جذاب، بسیار با مرام، با معرفت، جذاب، اصلا این چیزی که شما داری تو گوشی و اینترنت میبینی اصلا چارشاخ میشی، یعنی اصلا باورت نمیشه این همونه. حضوری اصلا یه آدم دیگه، بسیار خوشمشرب، خوش برخورد،
با مرام با معرفت مؤدب تا دم در بیاد استقبال بیاد، فقط حواسش به مهمونا باشه. شما داشتی همون گوشیه و اصلا یک کاراکتری که واقعا عاشقش میشی. حضوری با غیر حضوری خیلی فرق میکنه. جواب که نمیدی، ولی سوالم اینه تنهایی تو غربت چقدر سخته برای آدم؟ ببین تنهایی تو غربت دیوانه میکنه. چقدر سخته چیه؟ اولا که من کجا جواب نمیدم، من تا جایی که بخوام وقت بکنم همیشه اینستا و یوتیوب جواب میدم. ولی به هر حال آقا اگه تنهایی دیگه یه فکری به حال این داستان بکن. دیوانه کننده است غربت و تنهایی، ترکیبش واقعا دیوانه کننده است. شهاب جان از موزیک چقدر پول درآوردی؟ خب این بحثه مثلا مالی پالی، یا من الان مثلا 2 میلیارد مثلا 700 تومن فلان، یه ذره خیلی دیگه خصوصیه. ولی به هر حال من از سال 1393 به این ور تا 1397 به مدت 5 سال کارم فقط کنسرت گذاری بود و درآمدم و اینا همه چیز فقط موسیقی، از کار مهندسیم استفاده دادم و اومدم منحصرا به کنسرت گذاری. فصلی تقریبا 1 کنسرت، بعضن 2 کنسرت، و اصلا تمام کارم کنسرت گذاری بود. و خب چون همه کنسرت هم شخصی بود، خودم برگزار کننده و تهیه کنندش بودم، خودم همه کارش خودم بودم، یعنی به جایی نداده بودم که هزینه ها بره پرچه، همه چیز چه هزینش با خودم بود چه سودش برای خودم، یعنی همه دخل و خرج مال خودم بود و ممبرای بندم هم فقط مثلا حقوق بگیر من بودم، من انگار که خودم تهیه کننده کار بودم. برای من خب همه پولا همیمون برای خودم ریسک بود، ولی من این ریسکو باز سخت بود، این سختی رو همه کارش خودم می‌کردم، مجوزش خودم می‌گرفتم، برگزاریش خودم می‌کردم، تبلیغاتش خودم می‌کردم، حتی چیدمان نور و صدا و اینا خب یه خورده سخت بود کسب تجربه کردن. برای من حاجی الان درآمد دو درآمد حاجی الان درآمد از موسیقی هست بعد از رشته دانشگاهی درآمد داری؟ نه در حال حاضر من تمام درآمد زندگیم از یوتیوب هست، من تمام درآمد زندگیم از یوتیوب هست بچه‌ها، و از کار مهندسیم الان اصلا کار نمی‌کنم توی اون فیلد. و اگه منظورتون مثلا فروش MP3 و موسیقی اوناست، هم نمی‌کنم، تدریس هم نمی‌کنم، کلاً فروش موسیقی که قبلا می‌کردم، فروش و نمی‌دونم تدریس موسیقی و تدریس گیتار و اینا، تدریس مدریس دیگه نمی‌کنم، همه چیز منحصر هست به یوتیوب. تا حالا شده تو کنسرت خودتون سوتی یا فالشی اتفاق عجیبه؟ بابا داداش حالا شده چیه؟ شما که دیگه رفیقیم. به هر حال تجربه فاکتور بسیار مهمیه. من هم در زمانی که کم تجربه بودم خب سوتی خیلی میشد، کما اینکه خب کنسرت های من همه یک نفره بود، یعنی من همه کار رو خودم انجام میدادم. و اینو به شما بگم، مثلا چون همش یک نفره بود و من تهیه کننده نشدم، مثلا من از صبح تا شب مثلا ساعت 9 شب که کنسرت، من اونقدر بدو بدوهای برگزار 9 شب حال نشد کنسرت، مثلا جوری نمیمون، بنابراین تمرکز کم میشد و سوتی توش زیاد بود. حقیقتا به مرور زمان و کسب تجربه اینا دیگه هی کاسته شد. یاد میرفتی باید مثلا صدا برداری تو فلان کنی، باید من مانیتورینگ تو ال کنی، هی به کسب تجربه دیگه، مثل همه کارا که اولش توش سوتی هست. فقط بدیه این کار این که سوتی های اول رو مردم میبینن، ولی شما مثلا دارم میگم میخوای کامپیوتر ساز بشی، اولین کامپیوترایی که میسازی و خب خرابم در بیاد کسی نمیفهمه، خودت فهمیدی خرابه میندازی دور، تا اینکه همه چیز ردیف شه حالا مردم میفهمن. ولی تو این کار اما اول بیای به هر حال توش هست و منم دادم از جمله خیلی زیاد. مثلا ما یه ست لیستی داشتیم، ما شروع کردیم به زدن، مثلا درامر شروع کرده یه آهنگ دیگر رو زده، بعد 20 ثانیه فهمیده که بعد چی میزده، یا گیتاریستمون مثلا یه گیتار دیگر رو برداشته و مثلا اون یه کوک دیگه داشته، زدیم یه بودیم کوکا یکینا، و این اتفاقا زیاد میتونه دیگه باعث شده بود که ما مثلا بعد از کسب تجربه دیگه قبل از کنسرت یه کاغذی زیر پامو میذاشتیم، میگفتیم آقا ترک ها اینطوریه، جلوش مینویشتیم این ترک با کدوم گیتار باید زده بشه، اون خیلی و خیلی سه دیگه. حالا یه نمونه بهتون گفتم. تو بیف به نظرت فدایی میزنی یا پیشرو؟ عجب سوالی، این سوالی که خودم هم همیشه دارم، چون ببین هم فدایی سلطان دیسه، یک دیس به نظر من یک دیسه، اصلا شما حسین خودش همه رو میخوره، ولی بلیت فدایی رو مگه تونست حسین هندل کنه؟ نتونست. من خودم عاشق حسین و صدا و فلانشم، فلان همون صداشم، ولی واقعا فدایی له کرد، خدا وکیل به نظر من له کرد، پانچا و فکتایی که اصلا میزنه غیره. و پیشرو
بهترین رپر تاریخه، تو دیس و پیس و فلان و کاسه و بشقاب و نلبکی و همه چی. حالا این دوتا خوردن مثلا به همدیگه، فدایی به نظر من خیلی فکت خفن رو میکنه، پیش رو خیلی پانچ خفن میزنه. یعنی حالا اینا با هم دیگه واقعا، بعد فدایی خب رپر خیلی خفنی نیست به لحاظ صدا و فلو، ولی پیش رو رپر خیلی خفنی هم هست، ولی اون متناش خیلی کوبنده تره. حالا به نظر من اونی میزنه مثلا کی از نه متن و فدایی بده پیش رو بخونه، این به نظر من نفر اولین ترکیب فدایی پیش رو کله به بالا، یعنی بخشید دهن به بالا فدایی، این تیکه پیش رو بقیهش حالا هر کسی دیگه اینجوری. ولی واقعا میخوام حالا یکی رو بگم، فدایی به نظرم متناش. کنسرت ایران چی شد داداش؟ فر دادی داداش؟ من فر ندادم، من واقعا آرزومه و ما رو به عنوان مثلا شیطان پرست و اینا به ما میگن، اما کجا شد مسخره نی؟ به هر حال که مشکل مجوز هست، من ثانیه‌ای که من مجوز بگیرم یک ثانیه بعد کنسرت، همون شب کنسرته. من هم مثل شما پیگیر هستم و بعد از کرونا این اتفاق افتاد. کنسرت استانبول نمیذاری داداش، چون جون خودت پر میکنی سالان، اونجا راکبازا میان. به هر حال بچه من اولویتم ایرانه، اولویتم ایرانه و تمام تلاشم میکنم که ایران کنسرت بزنم دیگه. اگه دیدم واقعا اصلا نشده کار، بله رو استانبول فکر میکنم و حالا باید بررسی بکنم ببینم که اصلا اینجا واقعا، حالا شما الان این دوستمون میگه ولی نمیدونم که واقعا ملت از ایران میان، هزینه داره فلان داره، ولی اولویت ایرانه. تو پسرا رگ مهمتره یا قد؟ به نظرم چیز مهمتره. ببین بستگی داره از چه جهت داری نگاه میکنی. اگه منظور مثلا رخ و مخ و ایناست، به نظرم هیچ کدوم، یعنی به نظرم مرد اصلا مرد مهمیش مرده، حالا خانم هم همینطور، ولی حالا ما داریم راجع مرد صحبت. مهمی یه پسر اصلا به رگ و پوست و بازو اصلا به این چیزا نیست داداش، اون فقط تو نگاه اول، یعنی اول میره حاجی چه قدی، حاجی چه بازوی، حاجی چه فلانی، اینا مال دو ساعت اوله. بله هم رگ مهمه، هم فلان مهمه، هم قد مهمه، همه چی تو دو ساعت اول مهمه. از اون رفتارت داداش، رفتارت مهمه، شخصیتت مهمه. مثلا بری صد حالا شما میگم من دارم الکی مثلا بزک توزک میکنم شعار میدم، حالا اگه به سن من برسی متوجه میشی شعار نیست، شما دوراتو بزن، برو هی بازوتو انقدر بکن، رگتو فلان بکن، قدتو دراز بکن، برو بارفیکس آویزون شو هی کش بیایی، ولی بعدا میبینی که خبری نیست. رفتار و شخصیتت که جذاب میکنه کارو و مهمه. به هر حال او چه سوال بعدیم همینه، مرد جذاب از دید شما چه مردیه؟ مرد جذاب از دید من مرد کاریه. به نظر من مردی که صبح تا شب کار میکنه این جذاب ترین مرد تاریخه. و مردی که کار میکنه، آخه بچه فقط که بس حمالی کردن کار نیست، مرد کاری ذهنش به یه سمت دیگه است. مرد غیر کاری این ذهن خیلی مهمه. اصلا اون پسر که همشون مال پارتی مارتیه، اصلا اون شما برو باش صحبت کن ببین اصلا باش دو جمله از تو یارو در میاد حالت به هم میخوره. همش اینه که رفتیم اینو کردیم تو اون کرد تو اینه، ما که همش فقط این. ولی مرد کاری اصلا اشل صحبت کردنش، نوع رفتارش، اعتماد به نفسش، مرد کاری اعتماد به نفسش یه جای دیگه است، مرد کاری حتی ظاهرش یه شکل دیگه است. مرد کاری بسیار به نظر من جذاب. چند سانته؟ احتمالاً سوال این بوده چند سانتی؟ من 191 سانتم و حال این توی چند سانت. سایزت چنده؟ یعنی این یه سوال دیگه است که سایز چنده بچه؟ خب من لباس، یعنی بلوز و اینا، حالا احتمالاً سایز چنده که شاید برامون خیلی لباس بخریم. من بلوز اینا، یعنی بالا تنه کار لارج هستم، پایین تنه منظور شلوار اینا 34 و 50، حالا به چیزای مختلف یو اس و اروپا و اینا 34 اینا هستم، پا 45 هستم. سایز دیگه که پا و یعنی کفش منظور 45 34 لارج.
دختر جذاب از دید شما چه دختریه؟ مهمترین آیتم از نظر شما چیه؟ به نظر من جذاب‌ترین دختر، باز میگم به شما، حالا فهم می‌کنید من دارم الکی مثلا میخوام مثلا شعار پردازی رخ فلان، ببین رخ فلان هر چیزی که شما فکرشو بکنید تو ظاهر آدم مال 2 ساعته نه 2 روز، رفتار و اینا فلان مهمه، ولی برای به نظر من دختر جذاب دختر باهوشه. ببین دختر باهوش و آی کیو بالا و باهوش، دختری که فهم باهوشی یعنی چی، آی کیو بالا یعنی چی، یعنی قدرت تحلیل بالا. این فرد فردیه که توی رابطه با شما درست تحلیل میکنه، پس درست رفتار میکنه، درست ریاکشن میکنه، درست همه چیش درست تر نسبت به فردی که آی کیوش پایین تره، باهوش نیست. باهوشی به نظر من حالا هم تو مرد هم تو خانم مثلا فرق به جنسیت نداره، ولی به هر حال اون چیزی که شما میگین دختر جذاب آی 85 فلان اینا مال 2 ساعت اوله، دختر جذاب دختر باهوشه، چون که یک عمر به کار شما میاد، قوه تحلیل صحیح از همه جوانب زندگی. بدترین رپر ایران زبون درازی. ما رپر بد کم نداریم، رپر خوبم کم نداریم، ما کلا تو رپ هزار ماشاءالله طیف گسترده‌ای داریم. و حالا اگه بخوام بگم توهی اومدین ایران دعوتتون کنم دیت میاین، خب بچه من واقعا حالا مثلا میاین که خب من خیلی اهل دیت و میت و اینجور چیزا اصلا نیستم، میبینی من همش پای کارم و تو تهرانم که همش دیدین بیسچاری تو استودیو هستم و بنابراین حالا نه که حاجی من نمیام این نیست، واقعا سرم شلوغه و امیدوارم که حالا کنسرت را بیفته. تو کنسرت دیگه دیت مثلا من و محمد میریم اوکی، دیت 2 ساعت من و مثلا علی میریم دیت 2 ساعت اوکی، ولی کنسرت که ما همم با همیم و خب افتر داره، افتر با هم همه رو میبینیم و اون اند دیت میشه. کوروش تو گروه شما بود، با کوروش نمیخوای دوباره کنسرت بدیم با هم؟ بله خب یه 4-5 سالی با هم کنسرت میذاشتیم، ولی دیگه الان خب ایشون که اصلا کانادا هستن و بعید میدونم دیگه، حالا لوکیشنی 10,000 کیلومتری فاصله هست حداقل کار و تموم شد. و او حالا یه سری هم سوالای به هر حال اسکرین‌شاتاشو گرفتم، ولی خب ببین مثلا سوال پرسیدین که شما با این سوالا دیگه خیلی خصوصیه، مثلا آقا یه سوالی که ما چون راجع به این مدارس و اینو صحبت کرده بودیم چندین نفر، آقا مثلا شما که همین تو پشتی به شما انگول میزد، شما انگول، آیا شما مثلا انگول شدی یا انگول کردی؟ ببین اولا که اگه من کرده باشم یعنی کننده کار باشم که با نمیام بگم که خودش من آره حاجی مثلا همه رو من تو مدرسه چیز کردم، شونده کارم باشم که اون که دیگه اصلا شما میگه بیا شما رو چیز کردم، اونم میتونی یه سری سوالا خب شما شاید دوست داری، اولا که شما الان مثلا من گیرم چیز کردم الان میگیری، یا مثلا سوال بوده که شما مثلا با فنت مثلا چیز کردی، خب اینو اگه من کرده باشم بچه میخوام شما بگم که یه سری سوالا حداقل برای من واقعا خجالت هم میاد که مثلا بگم بله و خیر و اینا، بنابراین من سعی کردم که یه قربالگری ملویی بزنم. تو قبلی هم پرسیدم شما آخرین باری که مثلا به خود کفایی رسیدی، خب من داداش مثلا 2 ساعت پیش یا مثلا 2 روز پیش، خب این سوالی که اولا که خب شما خودت برو به خود کفایی خودت مثلا چیز کن، به هر حال به این صورت خیلی من برام خیلی جذاب بود، سوالا خیلی خیلی زیاد بود، حالا من یه سرش گلچین کردم که تایم ویدیو نگذره، اگه حال کردیم پارت بعدی مثلا هر هفته یه پارت بریم سوالای شما فلان. خیلی لذت بردم از هم صحبتی با شما، موضوع خودتون باشین و خدا نگهدار.